خب توی این ویدیو میخوام در مورد باکتری های گرم مثبت براتون بگم. این الگوریتم توی این صفحه خیلی خوب باکتری گرم مثبت رو خلاصه کرده. حالا منم یه دور براتون میگم. اول بریم سراغ باسیل ها و باکتری گرم مثبتی که به شکل فیلامون هستن. در مورد باسیل ها قبلا گفتم دو تا گروه باسیلوس و کلستریدیوم باکتری بودن که اسپوردار بودن. حالا تفاوتشون که اینجا به چشم میاد این هستش که باسیلوس ها هوازی هستن و کلستریدیوم ها بی هوازی. بنابراین باسیلوس ها باسیل گرم مثبت هوازی و کلستریدیوم باسیل های گرم مثبت بی هوازی هستن. موارد مهم دیگه توی باسیل های هوازی لیستریا هست و کورین باکتریوم و در مورد باسیل های بی هوازی هم پروپیونی باکتریوم هست که عامل جوشه صورت هست. در مورد باکتری های برانچینگ که به شکل فیلامون هستن دو مورد مهمش نوکاردیا و اکتینومایسیس هست که تفاوتشون این هستش که نوکاردیا هوازی و اکتینومایسیس بی هوازی. نکته مهم دیگه در مورد نوکاردیا این هستش که اسید فست هست. نوکاردیا در خاک پیدا میشه، بنابراین این وقتی توی خاک سروایو میکنه، بنابراین هوازی هست. اکتینومایسیس جزء میکروبایوتای جی آی هست و بی هوازی هست. بنابراین نوکاردیا اسید فست هست، از طریق رسپیریتوری منتقل میشه چون توی خاک هستن. بنابراین اگه بیماری دادن که علائم شبیه تی بی داشت، اسید فست بود ولی خب پی پی دیش منفی بود، حتما به فکر نوکاردیا باشی. خب بریم سراغ دسته کوکسی ها که خیلی از دو دسته قبلی بولتر هستن و شامل استرپتوکوک ها و استافیلوکوک ها هستن. خب همونطور که از اسمشون پیداست استافیلوکوک ها به شکل کلاستر و خوشه ای هستن و استرپتوکوک ها به شکل زنجیره ای هستن. تفاوت مهم دیگرشون کاتالاز هست که استافیلوکوک ها کاتالاز مثبت هستن و استرپتوکوک ها کاتالاز منفی. بنابراین افرادی که سی جی دی دارن مستعد عفونت با باکتری های استافیلوکوک هستن، ولی در مورد استرپتوکوک صدق نمی کنه چون کاتالازشون منفی هست. خب استرپتوکوک ها بر اساس این که RBC رو لیز می کنن یا نمی کنن و اینکه اگر لیز می کنن به صورت کامل هست یا پارشیل هست به سه دسته مهم آلفا، بتا و گاما تقسیم میشن. باکتری های استرپتوکوک آلفا همولیتیک به صورت پارشیل RBC ها رو لیز می کنن و شامل استرپتوکوک های ویریدنس و استرپتوکوک نومونیه هستن. پس نومونیه و ویریدنس ها آلفا همولیتیک هستن. حالا بر اساس این که نسبت به اپتوشین حساسیت دارن یا ندارن تشخیص داده میشن. اگر که نسبت به اپتوشین حساس باشه میشه استرپتوکوک نومونیه، اگر حساس نباشه میشه استرپتوکوک های ویریدنس مثل موتانس و میتیس. گروه بعدی بتا همولیتیک ها هستن که RBC را به صورت کامل لیز میکنن و محیط کشتشون اطرافشون به شکل کلیر و پیل در میاد چون RBC را کامل لیز میکنن، ولی آلفا ها که پارشیل بودن به رنگ سبز در میاد چون که کامل لیز نمیکنن. باکتری بتا همولیتیک بر اساس این که نسبت به باسیتراسین حساسیت داشته باشن یا نداشته باشن مجدد به دو گروه تقسیم میشن. اگر که به باسیتراسین حساسیت داشته باشه میشه گروه ای استرپتوکوک های بتا همولیتیک که همون استرپتوکوک پایوژن هست اسم دیگرش، و اگر حساس نباشه میشه گروه بی استرپتوکوک های بتا همولیتیک که اسم دیگرش استرپتوکوک آگالاکتی هست. بنابراین آگالاکتی و پایوژن یا گروه ای و بی استرپتوکوک ها بتا همولیتیک هستن و بر اساس باسیتراسین تقسیم میشن. گاما هم یعنی که کلن لیزی انجام نمیده و بر اساس این که در محیط NaCl 6.5% رشد میکنن یا رشد نمیکنن تقسیم بندی میشن. شامل انتروکوک ها هستن و استرپتوکوک گالولیتیکوس که حالا اگه توی NaCl رشد بکنن میشه انتروکوک ها که شامل فکالیس و فکیوم هست، و اگر رشد نکنن میشه استرپتوکوک گالولیتیکوس. بنابراین یه بار دیگه تقسیم بندی این سه تا گروه رو با هم دیگه مرور بکنیم. آلفا همولیتیکا بر اساس اپتوشین تقسیم بندی میشن و اینکه در محیط صفرا سولوبل هستن یا نیستن که اگه مثبت باشه نومونیه، اگه نباشه ویریدنس ها. بتا ها بر اساس حساسیت به باسیتراسین و پی وای آرشون تقسیم بندی میشن که اگه مثبت باشه حساس باشه میشه پایوژن یا گروه ای، و اگه حساس نباشه به باسیتراسین میشه گروه بی یا آگالاکتی. و گاما ها هم بر اساس رشد در NaCl 6.5% و دوباره پی وای آرشون تقسیم میشن که اگه مثبت باشه میشه انتروکوک ها و اگه نباشه میشه گالولیتیکوس. بنابراین آلفا اپتوشین و سولوبل بودن در صفرا، بتا ها باسیتراسین و وضعیت پی وای آر، و گاما ها هم رشد در NaCl 6.5% و وضعیت پی وای آر.
حالا بریم سراغ استافیلوکوکا. استافیلوکوکا بر اساس اینکه کواگولازشون مثبت باشه یا منفی باشه به دو گروه تقسیم میشن. بنابراین استافیلوکوک ها یادتون باشه همشون کاتالاز مثبت هستن. کاتالاز رو با کواگولاز اشتباه نکنید. اسم استافیلوکوک اومد یعنی اینکه کاتالاز مثبته. اما حالا بر اساس اینکه کواگولاز چم مثبت باشه یا نباشه تقسیم بندی میشن. کواگولاز مثبت فقط استاف اورئوس هستش. خاطرتون باشه اینجا یک نکته که استاف اورئوس همولیزش هم از نوع بتا هست، یعنی به صورت کامل لیز میکنه آر بی سی ها رو. پس استاف اورئوس کواگولازش مثبته، کاتالازش مثبته و بتا همولیتیک هست. استافیلوکوکای کواگولاز منفی شامل استاف اپیدرمیدیس و استاف ساپروفیتیکوس هستن. بنابراین ساپروفیتیکوس و اپیدرمیدیس کاتالازشون مثبت هست و کواگولازشون منفی. برای اینکه این دو مورد رو از هم تشخیص بدیم حساسیت به نووبیوسین هست که اپیدرمیدیس حساس هست اما ساپروفیتیکوس حساس نیست. نکته دیگه که من اینجا اضافه بکنم، این دوتا باکتری کواگولاز منفی اورئازشون مثبت هست. بنابراین ساپروفیتیکوس و اپیدرمیدیس که کواگولاز منفی هستن اورئاز مثبتن، اما استاف اورئوس که کواگولاز مثبته اورئازش منفیه. یک نکته هم بگم خدمتتون که شاید بهتر یادتون بمونه در مورد کواگولاز، استاف اورئوس جزء باکتری هایی که آبسه تشکیل میده اما اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس آبسه تشکیل نمیدن. یه علتش همین کواگولاز هست که استاف اورئوس چون کواگولاز داره میتونه انگار کواگوله بکنه اون محیط اطرافش رو و کلات های فیبرین بسازه و به شکل آبسه در بیاد، اما اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس چون کواگولاز ندارن نمیتونن فیبرین کلات بسازن و این کار رو انجام بدن. خب گفتم استرپتوکوکا به آلفا، بتا و گاما همولیتیک تقسیم می شدن. آلفا ها در محیط بلاداگار به شکل به رنگ سبز در میاد اطرافشون، اما بتا همولیتیک ها چون کامل لیز می کنن کلیر می شه و پیل می شه محیط اطرافشون. نکته خیلی مهم دیگه این هستش که استافیلوکوک ها و لیستری ها هم بتا همولیتیک هستن. اینا خب یه بار دیگه مرور بکنم، استاف اورئوس رو بتا همولیتیک هست، کاتالاز مثبت، کواگولاز مثبت، اما گفتم اورئازش منفیه برخلاف دوتا استافیلوکوک دیگه. پروتئین ای رو توی ویدیو قبلی خدمتتون گفتم ویرولانس فاکتورش هست که جلوی فاگوسیتوز رو میگیره، میتونه قسمت قدامی بینی رو کلونیزه بکنه. در مورد بیماری که ایجاد میکنه، اگر که بعد از بیماری ویروسی آنفولانزا سوپر اینفکشن ایجاد شد احتمال زیاد استاف اورئوس هستش. موارد مهم دیگه سپتیک آرترایتیس هستش و استومیلیت و همچنین اندوکاردیت عفونی. خب استاف اورئوس 3 تا توکسین تولید میکنه، یکی TSS هست که عامل توکسیک شاک سیندروم هست. توی ویدیوی قبل خدمتون گفتم تیسل ها به شکل پولیکولونال و جنرالیز فعال میشن و غیر اختصاصی و علائمش تب، راش، دسکواموشن و افزایش آنزیم های کبدی و اینها هستش که علتش هم استفاده از ممکنه تامپون های واژینال باشه یا پک بینی. مورد دیگه انتروتوکسین هستش که چون یک توکسینی هست که از قبل در اون ماده غذایی وجود داشته، اونستش خیلی سریع از رپید آنسنت هست، بین 2 تا 6 ساعت مسمومیت غذایی ایجاد میشه. و مورد سوم توکسین اکسفولیاتیو هستش که عامل بیماری 4S یا اسکیلد اسکین سیندروم توی بچه ها هستش. اگر خاطرتون باشه توی ویدیو ایمونولوژی گفتم که دو تا بیماری که مشابه این هستن، استیون جانسون و استیون جانسون و تن که اونها هم دسکاموشن دارن، اونها عاملشون ازیاد حساسیت تیپ 4 بود. اما دقت بکنید که بیماری 4S عاملش استاف اورئوس هست و توسط توکسین اکسفولیاتیو. خب در مورد MRSA یا متیسین رزیستن استاف اورئوس گفتم که باکتری گرم مثبت عمدتا از طریق موتاسیون در پنسیلین بایندینگ پروتئینشون هستش که نسبت به بتا لاکتام ها از جمله متیسیلین مقاومت پیدا میکنن. و MRSA هم از طریق در واقع موتاسیون توی همین پنسیلین بایندینگ پروتئین هست که عاملش هم ژن MKA هستش که نسبت به بتا لاکتام مقاوم هستش. نکته مهم دیگه عامل PVL هستش که توی بعضی از سویه های MRSA وجود داره و میتونه لوکوسیت ها رو از بین ببره و باعث نکروز بشه. بنابراین PVL نکروز میده. قبلتر گفتم که در استاف اورئوس چون کواگولازش مثبته میتونه فیبرین کلات اطرافش تشکیل بده و باعث تشکیل آبسه بشه. خب در مورد استاف اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس که هر دو گرم مثبت، کاتالاز مثبت، کواگولاز منفی و اورئاز مثبت هستن، تفاوتشون این هستش که اپیدرمیدیس به نووبیوسین حساسه اما ساپروفیتیکوس مقاوم هستش.
و اینکه در مورد اپیدرمیدیس در واقع عامل کانتامینیشن هست توی کشتای خون و اینکه چون بایوفیلم تشکیل میده میتونه پروتز ها رو و دیوایس ها رو آلوده بکنه و باعث عفونت بشه. نکته مهم در مورد ساپروفیتیکوس این هستش که میکروبایوتای ژنیتال فیمیل هستش و بنابراین میتونه عامل یوتی آی باشه که دومین عامل شایع یوتی آی هست بعد از ایکولای. خب در مورد آلفا هموليتیکا شامل استرپتوکوک نمونیه و ویریدنس. استرپتوکوک نمونیه خب دیپلوکوکای لنست شیپ هستن، این کیترم خیلی مهمش هست، کپسول دار هستن، بنابراین در شرایطی که فرد آسپلینی باشه یا تحالش دیسفانکشنال باشه مستعد عفونت با استرپتوکوک پنومونیه میشن. از عوامل ویرولانس فاکتور مهمش آی جی پروتاز هست و تفاوتی که با استرپتوکوک ویریدنس داره این هستش که اپتوشینش حساسیت داره به اپتوشین و در صفرا هم سولوبل هست. بیماری مهمی که ایجاد میکنه مننژیت، اوتیت مدیا، نومونی و سینوزیت هست. در مورد پنومونی خلطی که تولید میکنن رنگش راستی هست، این رو توجه بکنید این ترم رو. و نکته مهمی دیگه این هستش که واکسن هاش ممکنه به شکل کنجوگه باشه یا پلیساکاریدی که قبلا گفتم اگه به شکل پلیساکاریدی باشه ایمونوجنیسیتش کمتره، اما وقتی کنجوگه بشه به جزء پپتیدی و پروتئینی میتونه به تی سلا پرزنت بشه و خیلی ایمونوجنیسیتی بالاتری داشته باشه. در مورد ویریدنس ها که دو مورد مهمش موتانس و میتیز هستش، نسبت به اپتوشین مقاوم هستن و جزء فلور نرمال اوروفارنکس هستن. نکته مهم دیگه این هست چون که میتونن دکستران بسازن میتونه به تجمعات پلاکتی روی درجه قلبی در واقع اتصال پیدا بکنن و باعث اندوکاردیت عفونی بشن. خب در رابطه با بتا همولیتیک ها که استرپتوکوک های گروه A و B هستن، گروه A یا پایوژن بیماری مهمی که ایجاد میکنه سلولیت هست، ایمپتایگو هستش، ایریسی پلاس و به خاطر تی اس اس لایک توکسینی که داره ممکن توکسیک شاک لایک سیندروم بده، فاشیت نکروزان و مخملک یا اسکارلت فیبر و از طریق ایمونولوژیک و پروتئین امی که رو سطحش داره ممکنه باعث ایجاد تب روماتویدی و گلومولورنفریت بشه. پروتئین ام در واقع خیلی هوموجنیسته داره با میوزین در واقع قلبی و به خاطر ممکنه که کراس ریاکشن بده و باعث تب روماتیسمی بشه. نکته مهم دیگه این هستش که اون سویه هایی که فارنژیت میدن استرپتوکوک گروه A میتونن هم باعث تب روماتیسمی بشن و هم گلومرولونفریت، اما سویه که ایمپتایگو و زرد زخم میده فقط میتونه باعث گلومرولونفریت بشه و بعد از ایمپتایگو فرد تب روماتیسمی نمیگیره. از بیلانس فاکتور مهمش دی ان ای هست، اگزوتوکسین در واقع ایتروژنیک هستش، استرپتوکیناز هست، استرپتولیزین او هست که همون عاملی هست که باعث بتا همولیتیک بودنش میشه، یعنی استرپتولیزین او میاد آر بی سی رو ریلیز میکنه. در مورد بیماری اسکارلت فیبر علائم مهمش این هستش که رشش بلانچینگ هست، استرابری تانگ یا زبان توت فرنگی و اون رنگ پریدگی سیکیومورال یا اطراف دهانشون هستش که از علائم بالینی مهم هست. تشخیصش هم میتونه از طریق تشخیص فارنجیت استرپتوکوک گروه میتونه از طریق سواب و در آفیس به شکل رپید انجام بشه که میتونه آنتیژن های روی سطحش رو دیتکت بکنه. استرپتوکوک گروه B آگالاکتیه نسبت به باسیتراسین مقاوم هست و پی وای آرش منفی هست، میتونه واجاینا رو کلونایز بکنه، به خاطر همین میتونه عامل سپسیس و مننژیت در بچه ها باشه. بنابراین در هفته 35 تا 37 بارداری اسکرینینگ انجام میشه و اگه مثبت باشه به صورت اینتراپارتوم، بنابراین همون هفته انجام نمیشه، به صورت اینتراپارتوم و موقع زایمان پروفیلاکسی با پنیسیلین آمپیسیلین انجام میشه. نکته مهم دیگه‌اش کمپ فاکتور هست در مورد استرپتوکوک گروه B که میتونه همولیزی که توسط استاف اوروس انجام میشه، گفتم بتا همولیتیک هست، رو وسیع‌تر بکنه و اون وسعت همولیزش رو بیشتر بکنه. خب دو مورد گالولیتیکوس و انتروکوک ها که گاما همولیتیک بودن و تفاوتشون این بود که انتروکوک NACL 6.5%ش مثبت بود و همچنین پی وای آر، اما گالولیتیکوس منفی بود. نکته مهم در مورد استرپتوکوک گالولیتیکوس اینه که با افزایش در واقع اندوکاردیت توسط این باکتری با افزایش کانسر کلون ارتباط داره. در مورد انتروکوک ها هم نکات مهمشونی هستش میتونن باعث عفونت توی بیلیری ترک و یوتی آی همچنین ایجاد بکنن. خب پی وای آرشون گفتم مثبت هست و همچنین رشدشون در NACL 6.5%. در مورد باسیلوس آنتراسیس جز باسیل ها بود که
اسپور هم تولید میکرد و اینکه هوازی بود برخلاف کلستریدیوم ها که اونها هم اسپور تولید میکنن ولی بی هوازی بودن. در مورد باسیلوس آنتراسیس، در واقع توکسینی که داره آنتراکس توکسین هست که 3 جزء داره. جزء مهمش ادما فاکتور هست که قبلا تو قسمت توکسینا گفتم باعث افزایش سیکلیک ای ام پی میشه و از طریق اون ادم ایجاد میکنه. مشخصات مهم دیگه کپسول پلی‌پپتیدی هستش. قبلتر گفتم جنس کپسول پلی‌ساکاریدی هست، بنابراین استثناء هست که باسیلوس آنتراسیس کپسولش پلی‌پپتیدی هستش و همچنین کلونی هاش باعث پروژکشن های در واقع پروژکشن میشن که اصطلاحا به این ظاهرشون میگن مدوزاهد، که این ترم رو هم باز خاطرتون باشه. آنتراکس پوستی یا کوتینئوس زخمی که ایجاد میکنه پینلس هستش، درد نداره و اسکار سیاه رنگ داره. در مورد در واقع پولمونریش که باعث پنومونی میشه از طریق پروداکت انیمال منتقل میشه و توی افرادی که وول سورتر هستن یا پشم ریسی میکنن دیده میشه و ابتداش علائم فلولاک میده، خب بعد از اون باعث خونریزی توی ریه ها و مدیاستینیت میشه. بنابراین هموراژیک بودنش و مدیاستینیت خاطرتون باشه. خب در مورد باسیلوس سروئوس، نکته مهمش این است که از طریق برنج پخته شده که حالا دوباره گرم میشه منتقل میشه و چون اسپور در داخل غذا ژرمینیت میشه و توکسین تولید میشه و بعد وارد جی آی میشه، اون گاستروانتریتی که میده سریع هست و در طی 1 تا 5 ساعت اتفاق میفته. درمانش هم ساپورتیف هست چون که علتش توکسینه، بنابراین آنتیبیوتیک نمیخواد. در مورد کلستریدیوم ها که گفتم بی هوازی هستن، اسپور تولید میکنن. کلستریدیوم دیفیسیل 2 تا توکسین داره، توکسین ای و بی داره که میتونه باعث آسیب انتروسایت ها بشه در جی آی و علتش هم استفاده از آنتیبیوتیکا هست، مخصوصا کلیندامایسین و سفالوسپورین ها و آمپیسیلین رو خاطرتون باشه. تشخیصش از طریق تشخیص آنتیژن توکسین ها در مدفوع هستش و درمانش هم ونکومایسین. نکته مهم دیگه این هستش که اگر کلستریدیوم عفونت فولمینانت ایجاد بکنه میتونه باعث توکسیک مگاکولون بشه و شوک. بنابراین در سوالات اگر فردی رو دادن که حالا تحت درمان با یکی از این آنتیبیوتیک ها بود که کلیندامایسین، سفالوسپورین یا آمپیسیلین و دچار دایاریا شد، مخصوصا در ستینگ این پیشنت و بیمارستان، حتما به فکر کلستریدیوم باشین. در مورد کلستریدیوم های دیگه، کلستریدیوم تتانی خود پاتوژن یعنی خود باکتری، دقت بکنید که لوکالایز هست و منتقل نمیشه. اون چیزی که به صورت رتروگرید توسط در واقع آکسون منتقل میشه، رتروگرید وقتی میگم یاد داینین بیفتین که تو قسمت بیوشیمی گفتم خدمتتون، توکسینش منتقل میشه، وگرنه خود پاتوژن تو قسمت زخم لوکالایز هستش که خب توکسینش باعث در واقع مهار گابا و گلایسین که نوروترانسمیترهای مهاری هستن میشه در اسپاینال کورد، بنابراین یه فلج اسپاستیک میده که علائمش خب ریزوس ساردونیکوس و اوپیستوتونوس هستش که اسپاسم عضلات اکستانسور ستون فقرات هست. خب درمانش هم با در واقع هم آنتیتوکسین هستش و بوستر واکسن و دیازپام برای اینکه اسپاسم عضلاتشون بهتر بشه و دبریدمان زخم. در مورد کلستریدیوم بوتولینوم، چون در واقع اون نورترانسمیتری که مهارش میکنه استیمولیتری هست، استیلکولین هست و جلوی ریلیزش رو میگیره، باعث ایجاد فلج فلکسید و شول میشه که به صورت دیسندینگ هست، یعنی ابتدا از عضلات صورت ایجاد میشه و باعث دیپلوپی، دیزارتری و دیسفاژی میشه و به تدریج فلجش به سمت پایین پیشرفت میکنه. و اینکه نکته مهم دیگه این هستش که علائم سنسوری نداره، علائمش صرفا موتور هست. از در واقع توکسین بوتولونیوم هم برای سری درمان سر بیماری ها استفاده میشه که دیستونی هست، هایپریدروز هست و اسپاسم عضلانی و همچنین از نظر کازمتیک. در مورد کلسیوم پرفرنجز، خب آلفا توکسین داشت قبلا گفتم تو ویدیو قبلی که میتونست فسفولیپید پلاسما ممبرین سلول ها ریلیز بکنه، باعث گازگانگرن میشه، از علائم مهمش کرپیتوس هستش و چون که در واقع انتروتوکسینش چون که اسپورش میاد و در جی آی ژرمینیت میشه، لیت آنست هست، بین 10 تا 12 ساعت طول میکشه، برخلاف باسیلوس سروئوس و استافیلوکوکوس که قبلا گفتم رپید آنست هست انتروتوکسینشون. و نکته مهم دیگه ارتباطش با ملیگنسی های کلون هست.
خب در مورد کرونوباکتریوم دیفتری و لیستریا که جزء باسیل های هوازی بودن توی اون الگوریتم اولی که خدمتتون گفتم، کرونوباکتریوم دیفتری در واقع باسیل هاش به شکل انگولار و زاویه دار در کنار هم دیگه قرار می گیرن. توکسینش از طریق بتا پروفاژ منتقل میشه توی قسمت ژنتیک باکتری ها در مورد ترانس داکشن اسپشیالایز و نقشش توی در واقع تولید توکسین توسط باکتری ها گفتم که موردش کرونوباکتریوم بود. مکانیسم مهمش مهار ایلانگیشن فاکتور 2 و در واقع مهار پروتئین سازی در نتیجه اون در سلول یوکاریوتی است که واسه نکروز میشه و همچنین علاوه بر فارنکس میتونه سلولهای قلبی و CNS رو هم توکسینش تحت تاثیر قرار بده. بنابراین از علائمش میتونه میوکاردیت، آریتمی در نتیجه اون و نوروپاتی باشه. در مورد تشخیصش تست الک داره که الک تست یادتون باشه برای کرونوباکتریوم دیفتری هست و اینکه محیط کشتش هم مدیای لوفلر هست که خاطرتون باشه. در مورد لیستریا خب اینتراسلول ها هست به شکل اختیاری یا فکولتیتیو از در واقع لبنیات منتقل میشه و همچنین از گوشت، همچنین میتونه به صورت ترانسپلاسنتال منتقل بشه یا واژینال. برای این عامل مهم مننژیت و سپتیسمی در واقع نوزادان هست. علاوه بر لیستریا استرپتوکوک گروه بی رو هم قبلا گفتم که این مورد رو داشتش. از مشخصات مهم دیگرش این هستش که میتونه سلول به سلول حرکت داشته باشه و منتقل بشه از طریق عمل کرده اکتین پولیمریزیشن. پس اکتین پولیمریزیشن یادتون باشه که لیستریا داره و میتونه به صورت اینتراسلولار حرکت داشته باشه و از دسترس سیستم ایمنی خارج بمونه و حرکت تامبلینگش هستش که باز هم مشخصی لیستریا هست. لیستریا میتونه توی محیط که دمای خیلی پایین دارن رشد بکنه و من کولد اینریچمنت هم خاطرتون باشه. و اینکه در مورد بیماری که ایجاد میکنه گفتم سپتیسمی و آمنیونیت توی پرگنانسی و ابورشن هستش و در افرادی که سالم هستن میتونه گاستروانتریت ساده ایجاد بکنه. درمان لیستریا هم آمپیسیلین هست. من برای تو مننژیت های نوزادی که لیستریا یکی از عوامل مهم هست، ما همیشه آمپیسیلین رو توی درمانمون داریم. خب نوکاردیا و اکتینومایسیس که دو تا باکتری گرم مثبت بودن که به شکل برانچینگ و فیلامان هستن، تفاوتشون خب نوکاردیا گفتم قبلا هوازی از اکتینومایسیس بی هوازی. نوکاردیا اسید فست هست، در خاک در واقع رشد میکنه و میتونه بیماری شبیه تیبی رو میمیک بکنه، اما خب با پی پی دی منفی و درمانش هم سولفونامید ها هست. برخلاف اون اکتینومایسیس جزء میکروبیوتای روده هستش و میتونه بیماری مهمی که ایجاد میکنه آبساهای اوروفاسیال هستش که میتونه به صورت سینوس هم به بیرون ترکت ایجاد بکنه و اون گرانول های در واقع سولفور زردی که داره از اون ترکت آبسه خارج بشه. نکته مهم دیگه این هست اکتینومایسیس میتونه در افرادی که آیودی دارن پی آی دی هم ایجاد بکنه و عفونت های در واقع عفونت رحم و لولای فالوپ رو ایجاد بکنه. برای اکتینومایسیس رو در پی آی دی ها خاطرتون باشه. درمان اکتینومایسیس هم با پنیسیلین ها هستش. خب بریم سراغ مایکوباکتری که باکتری اسید فست هستش. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مهمترینش هستش که نکته مهمش کورت فاکتوری هستش که مایکوباکتریوم توبرکلوزیس داره و باعث اکتیو شدن ماکروفاژ ها و پاسخ گرانولومی میشه. مایکوباکتریوم اویوم رو تو افرادی که ایدز دارن خاطرتون باشه که باعث در واقع تیبی دیسمینیتد میشه و مایکوباکتریوم مارینوم رو تو افرادی که با آکواریوم سر و کار دارن. در مورد روند بیماری توبرکلوزیس، بیماری اولیه بعد از اینکه باکتری وارد حالا راه‌های هوایی و ریه شد به صورت کمپلکس هستش، یعنی یکی نودهای لنف نودهای قسمت هیل ریه و ناف ریه هستش که بزرگ میشه و اینکه یک در واقع عفونت لوکالیزه در قسمت‌های لوب‌های تحتانی ریه هستش. تو افرادی که ایمونو کمپرومایز هستن به این شکل که تست تشخیصیش هم در واقع پی پی دی هستش و ایگرا که پی پی دی اگه فرد در حال حاضر عفونت داشته باشه یا قبلا اکسپوزر داشته باشه مثبت میشه. ایگرا بهتر هست از این نظر که توی افرادی که حالا واکسن بی اس جی دریافت کردن نتیجه مثبت کاذبش کمتر هست. اگر فرد به هر علتی حالا ایمونوساپرس بشه، مثلا داروهای تنف آلفا اینهیبیتور بگیره مثل افرادی که بیماری روماتیسمی دارن، ممکنه این در واقع ریاکتیویت بشه تی بی که در بیشتر از 90% مواقع به این شکل هستش که
سینی سکندری توبرکلوزیس به این شکل هستش که اون عفونت گرانولومی و گرانولوم های کاز اوز در قسمت های آپر لوب یعنی قسمت های فوقانی ریه دیده میشن و ریاکتیویشنش در کمتر از 10% مواقع تو افرادی که ملنوریش هستن یا ضعف سیستم ایمنی شدیدن مثل افرادی که ایدز دارن ممکنه به شکل دیسمینیتد باشه که مننژیت بده ستون فقرات رو درگیر بکنه یا باعث پاتسیریز باشه غدد آدرنال تحال و مفاصل و استخوان‌ها رو میتونه به شکل دیسمینیتد در واقع درگیر بکنه که اسم دیگه‌اش هم توبرکلوزیس میلیری هست. در واقع یه جور سپتیسمی هست با باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. از نکات مهم در واقع گرانولوم کازئوس هم لانگرهانس ژانسل ها هستن که در واقع هم هیستیوسیت ها هستن که به هم دیگه در واقع متصل شدن و باعث وجود آمدن ژانسل های لانگرهانس میشن. و در مورد در واقع افرادی که ایمونو کامپرومایز هستن و باعث ریاکتیویشن میشه حتما تنف آلفا اینهیبیتور استفاده از تنف آلفا اینهیبیتور ها رو مثل اتانرسپ و فلیکسیما با اینها رو خاطرتون باشه که توی سوالات معمولا از این سناریو در واقع سوال میدن که فرد یه بیماری روماتولوژیکی داره دارو شروع میکنه و بعد باعث سکندری توبرکولوزیس و علائم اون میشه که باید حتما خاطرتون باشه. خب در مورد لپروزی باکتری اسید فاز هستش و همچنین تشخیصش از طریق بیوپسی و اینکه پی سی آر تیشو و بافت هستش. بنابراین در واقع محیط این ویترو روش نمی کنه و نمیتونیم تشخیص بدیم و همچنین از طریق خون نمیتونیم تشخیص بدیم و همچنین حتما با پی سی آر روی بافت باشه و اینکه از طریق بایوپسی. نکته خیلی مهم در واقع این بیماری دو تا فرم لپروماتو و توبرکولوئید هستش که حتما باید تفاوتاشون یادتون باشه. فرم لپروماتو در شرایطی هستش که پاسخ ایمنی سلولیمون خوب نیست و پایینه و به سمت پاسخ تی ال پر 2 میره. تی ال پر 2 معمولا سیستم ایمنی رو ساپرس میکنه برخلاف تی ال پر 1. بنابراین تو فرم لپروماتو ما بیماریمون دیفیوز هست، باکتری پخش شده و اون علائم لاین لایک فیس و صورتی که شبیه شیر هستش در فرم لپروماتو هست. در فرم توبرکولوئید پاسخ ایمنی سلول خوب هست، به سمت تی ال پر 1 هستش و علائمی که داره بی‌حسی دست و پا هستش و عموما علائم نورولوژیک دیستال اندام ها هستش. در مورد درمانش هم ریفامپین و دابسون هست که اگه فرم لپروماتو که شدیدتر هست باشه ما کلوفازیمین رو هم اضافه می‌کنیم. بنابراین نکات کلیدی که یادتون باشه فرم لپروماتو پاسخ ایمنی سلولی پایینه و تی ال پر 2 هست، پاسخ سمت تی ال پر 2 هست و بیماری دیفیوز هست. در مورد توبرکولوئید بیماری لیمیتد هستش، پاسخ ایمنی سلولی مون خوبه، بالای و پاسخ به سمت تی ال پر 1 هستش.